سلام به همراهان همیشگی روزنامه سرخابی. امروز دوشنبه 22 اسفند ماه در 762 شماره خبرهای داغ فوتبال ایران طی 24 ساعت گذشته رو با هم مرور میکنیم. جانشین قلعه نویی مشخص شد. سر نکونام بیکلاه ماند. پس از جدایی امیر قلعه نویی از تیم گلگوهر و حضور در تیم ملی، حالا تیم سیرجانی به دنبال پیدا کردن جانشین برای اوست. در روزهای اخیر گزینه‌های مختلفی برای هدایت گلگوهر مطرح شده، اما شنیده‌ها حکایت از این دارن که محمد ربیعی سرمربی تیم مصر رفسنجان گزینه نهایی مدیران گلگوهره. تنها مانع جدی حضور ربیعی در گلگوهر قراردادش با مصر تا پایان فصل و احتمال داره اون در انتهای لیگ 22 راهی تیم سیرجانی بشه. مثل رفسنجان با هدایت ربیعی از 23 بازی این فصل 37 امتیاز کسب کرده و در رده پنجم قرار داره. گلگوهر هم با 40 امتیاز چهارمه. جریمه سنگین در انتظار پرسپولیس و هوادارانش. طرفداری مدعی شد که کمیته انضباطی به دلیل رفتارهای ناشایست هواداران پرسپولیس به دنبال جریمه کردن این باشگاه و طرفدارانشه. در نیمه دوم جدال تیم‌های پرسپولیس و سپاهان، زمانی که نورافکن قصد ارسال کورنر رو داشت، اشیای زیادی به سوی او پرتاب شد. همچنین وقتی زکی پور قصد پرتاب اوت رو داشت، اون رو با اشیای مختلف زدند. در جریان بازی هم درگیری‌های کلامی زیادی بین هوادارای پرسپولیس و سپاهان اتفاق افتاد. یک دستیار خارجی در کنار قلعه نویی. رئیس فدراسیون فوتبال کشورمون از حضور یک دستیار خارجی در کنار قلعه نویی خبر داد. مهدی تاج در همین خصوص گفت یک دستیار خارجی در کادر فنی تیم ملی حضور خواهد داشت. این موضوع در حال رایزنیه. دستیاران ایرانی او هم معرفی شدند. قلعه نویی خودش در مورد برنامه ها و دستیارانش صحبت خواهد کرد. ترس عجیب ایتالیایی ها از مهدی طارمی. درخشش ستاره ایرانی پورتو اینتری ها رو در لیگ قهرمانان اروپا ترسوند. در همین رابطه سایت اکونومیک تایمز به اینتری ها در زمینه مهدی طارمی هشدار داد و نوشت طارمی با 22 گل و 12 پاس گل در فصل جاری در فرم بسیار خوبی قرار داره و باید مراقب اون باشند، زیرا پورتو به دنبال جبران نتیجه بازی رفته. علاقه حاج صفی به تمدید قرارداد با آئک آتن یونان. یک رسانه یونانی خبر داد احسان حاج صفی مدافع ایرانی باشگاه آئک تمایل به تمدید قراردادش با این تیم داره. وبسایت اسپورت داک در همین رابطه نوشت قرارداد اون تابستون آینده به پایان میرسه و اطلاعات حاکی از اونه که زرد و مشکی ها با وجود 33 سال سن پیشنهاد تمدید خودشون رو ارائه خواهند کرد. در این حال گفته میشه طرف این بازیکن نسبت به تمدید همکاری با این تیم مثبته. آزمون مهره کلیدی ژابی آلونسو در لیگ اروپا. سایت بوندسلیگا از سردار آزمون به عنوان مهره کلیدی بایر لورکوزن در مسابقات لیگ اروپا نام برد و نوشت سردار آزمون در چند هفته گذشته نمایش خوبی برای لورکوزن در بوندسلیگا داشته و به نظر می رسید ژابی اون رو به عنوان رهبر خط حمله تیمش در بازی برگشت با تیم مجارستانی انتخاب می کنه تا کار ناتمام صعود رو تمام کنه.